شب بخیر خدمت شما بینندگان و همراهان همیشگی تلویزیون ایرانیان برلین و همچنین کلی عزیزانی که از طریق شبکه جهانی اینترنت برنامه ما رو مشاهده می‌کنند. خرسند و سرفراز هستیم از اینکه بار دیگر پس از 4 هفته تعطیلات تابستانی فرصت این رو پیدا کردیم در خدمت شما عزیزان باشیم. امروز یک شنبه 14 سپتامبر 2014 میلادی برابر با 22 شهریور ماه 1393 خورشیدی میباشد. برنامه امروز را اختصاص میدیم به زنده یاد سیمین بهبهانی که در سال 1999 به اتفاق خانم منیر برادران نویسنده و فعال حقوق بشر جایزه لیگای حقوق بشر کارفونوسکرسک را در شهر برلین دریافت کردند. سیمین بهبهانی با بر جای نهادن آثارش ماندگاری خیش را در ذهن و دل میلیون ها ایرانی جاودانه ساخت. Thank you.
قبوله؟ میدونی که مدت هاست من در مملکت در کشورم خورم قرص شده، یعنی از هر طرف میاد میپذیرم و سال قبل شعری گفتم موقعی که دیگه واقعا دلم به درد آمده بود از این همه توهینی که به یک زن 70 ساله به یک زن 70 ساله اعمال میشه. گفتم یک متر و 70 سلم اسم این که یک متر و 70 سلم پاشنهاشم حساب نکردم. یک متر و 70 سلم افراش قامت سخنم، یک متر و 70 سلم از شعر این خانه منم، یک متر و 70 سلم پاکیزگی سالمگی جان دلارای غزل جسم شکیبای زنم. زشت است اگر سیرت من خود را در او می نگری، هیها که سنگم نزنی آینم می شکنم. از جای برخیزم اگر پرسایم بی بنم، بر خاک بنشینم اگر فرش ظریفم چمنم. یک مغز و صد دیو اساس فکر است در چارپایم، یک قلب و صد شور هوس شعر است در پیرهنم. بر ریشم تیشه مزن، حیف است افتادن من، در خشک ساران شما سبزم بلوطم کهنم. ای جملگی دشمن من، جز حق چه گفتم به سخن؟ پاداش دشنام شما آهی به نفرین نزد. انگار من زادم تان کشتا و بدخوی و رمان، دست از شما گر بکشم مهر از شما بر نکنم. انگار من زادم تان ماری که نیشم بزنم، من جز مدارا چه کنم با پاره جان و تنم. 70 سال این گل جا موندم که از کف نرود، یک متر و 70 سلم گورم به خاک وطن. از خانم نماینده پن آلمان که امیدوارم که اسمشون رو به خاطر بسپارم، و از خانم مجیدی که اینجا با این زیبایی صحبت کردن، و از همه دوستانی که این جمعیت رو فراهم آوردن تشکر میکنم، و همینطور خیلی خوشحالم از داشتن مدال کارل فون اوسیتسکی. در باره خانم مجیدی باید بگم ما یه مثلی داریم تو فارسی، سیاها مثل تو نمیدن مدال.
آقای ملکوتی لطف کنیم بفرمایید نظر شما در مورد مدالی که امروز به خانم بهبهانی و خانم برادران تعلق گرفت چی هست؟ من بسیار خوشحالم که این انتخاب به این صورت گرفت. ما دو تا نماینده امشب داشتیم، یکی از تبعید برون مرز و یکی از تبعید درون مرز، و هر دو شایسته این مدال بودن. من امیدوارم که این مدال همونطور که خواستگاه خود دریافت کنندگانشان هست، آویزه دیوار برای تزیین نباشه، این مدال در قلب‌های ما جا بگیره و ما بتونیم برای آزادی حقوق بشر، ابتدا به ساکن در جامعه خودمون و بعد در یک جهانی که انسان‌ها آزاد زندگی بکنن مبارزه بکنیم، بتونیم به این آزادی دست پیدا بکنیم. متشکرم، خیلی ممنون. راستش داستان از این قراره که خانم سیمین بهبهانی که در ایران زندگی میکنن یکی از مبارزین سرسخت راه آزادی است که از دست جمهوری اسلامی جان سالم به در برده و این مدال افتخار همونجوری که خود ایشون هم گفتن واسه تمام مبارزان راه آزادی است، مخصوصا خانم سیمین بهبهانی، که از طرف دیگه هم شعر ایشون شایسته و بایسته این هست که چنین جایزه بهشون اهدا بشه و جایزه‌های بیشتر از این هم حتی. در مورد خانم برادران، خانم برادران که خودتون شما میدونید توی تبعید زندگی میکنه، حدود 9 سال 10 سال هست در اینجا زندگی میکنه. به هر حال آن چیزی که خانم برادران از زندان‌های ایران گزارش داده، مبارزه‌ای که زنان علیه جمهوری اسلامی ایران مخصوصا در زندان‌ها کردن، این هم شایستگی اینو داره که این جایزه به ایشون هم تعلق بگیره. این نظر منه. متشکرم، خیلی ممنون. خانم سیمین بهبهانی، خیلی خوشحال بودیم که امروز این مدال به شما تعلق گرفت. پیام شما برای آیندگان کشور چیه؟ پیام من این است که همیشه دنبال حرف حق زدن و حقیقت و راست گفتن باشم، نه چیزی رو بزرگتر از اون چه هست جلوه بدن و نه چیزی رو کمتر از اون چه هست. هر چه حقیقته، اونهایی که اهل قلم و اهل گفتن هستن فقط حقیقت رو بگن و به وجدانشون رجوع بکنن. متشکرم، خیلی ممنون. نه از کسی بترسند و نه به کسی باجی بدهند. آرزوم بود، هر حال یکی از آرزوام بود، که قدردانی از شما رو بالاخره من دیدم. این همیشه آرزوم بود و امیدوارم که واقعا یک روز توی ایران، تو کشوری که باید از شما قدردانی بشه، اونجا از شما قدردانی بشه، نه توی این کشور ولی با هر حال همونجا ایرانی. و من خیلی خوشحالم که هم شما رو میبینم از وطن، یک فردی شجاع، شاعر بسیار محبوب رو اینجا میبینم و همون قدم دلتنگ میشیم برای وطن که یک همچی شاعری از یک هم وطنی میاد که ما متاسفانه فرصت نمیتونیم بریم ببینیم. خیلی خب، به هر حال از حضورتون اینجا خیلی خوشحالم و امیدوارم که صحیح و سلامت باشی و بتونیم در ایران شما رو از نزدیک بازم ببینیم. خیلی ممنون، منم خیلی خوشحال شدم شما. این باعث خوشحالی و افتخار منه که خانم بهبهانی سرانجام پاداش مبارزات 40 ساله که در شعر و ادبیات داشته و همراه با مبارزه اجتماعی بوده، این پاداش خودش رو با نوعی همدلی کسانی که در جهان از حقوق بشر دفاع میکنن دریافت میکنه. این باعث خوشحالی و واقعا افتخار من هست. من سیمین رو از سالهای دراز میشناسم و میدونم که او روح مقاومی همیشه داشته و همیشه مبارزه میکرده و هیچ وقت در برابر حق‌کشی و ستم سر تعظیم فرود نیاورده و همچنین او از همیشه از حق زن دفاع کرده و شعر خودش هم که جای خودشو داره و در این سالها به خصوص از دوران بعد از انقلاب از دهه 50 به این طرف شعر او هم متحول شده به جهات زیبایی شناسی، دارای ارزش‌های خیلی ویژه‌ای که میشه راجعش صحبت کرد. بعدها
این همه این چیزا منو خوشحال میکنه. خیلی ممنون، متشکرم. به بعد میخوام از سالی که گذشت برای شما شعر بخونم، سالی که پر از وحشت و اندوه بود. یک سال بیشتر از قتل‌های زنجیره‌ای گذشته و همینطور از قتل چند نویسنده که دو تای اونها عضو کانون نویسندگان بودن و از عزیزترین دوستان بودن. شعری که براتون میخونم اسمش یکی مثلا این که این اسمشه و درست شبهای ششم هفتمی بود که این اتفاقات افتاده بود که این شعر نیمه شب برای من آمد و اون حال وحشت و اینها تا صبح با من بود. از نیمه شب بیداری آمده تا صبح که بلند میشم با چای خوردن خودم رو مشغول کنم در این شعر تصویر شده. غزل. زمنان من یکی از عینکام رو یادم رفته بیارم ما. یکیش مال دوره، یکیش مال نزدیکه، اونی هم که نیاوردم مال اینه که هر کدوم گم شد با اون پیدا کنم. همیشه همین طور است، همیشه همین طور است، کمی به سحر مانده که دلهوره میریزد در این دل درمانده. چگونه؟ چه میدانم؟ یکی مثلا این که از آن چه که باید کرد هزار دگر مانده. یکی مثلا این که چگونه نگه دارم امانت یاران را به چنگ خطر مانده. یکی مثلا این که به خاک فرو خفتم و خون قلم‌هاشان به کوی و گذر مانده. چه سرخ و چه عطرآگین شکفته ولی خونین، گلی که جدا از بن کنار تبر مانده. بود که برآرد سر قیامت از این مجمر که در دل خاکستر هنوز شرر مانده. خشونت این آزار اگر کم اگر بسیار، چو خنجر و چون سوزن میان جگر مانده. دریچه که روشن شد امید کرم دارم ز کتری جوشانی که زمزم گرمانده. ز چای که میریزم نصیب نمییابم، خیال پریشانم به جای دگر مانده. پر از شکرش کردم حواس کجا دارم، دقایق معدودی به وقت خبر مانده. خبر همه وحشت بود، سیاهی مواجش فشرده چو کابوسی به پیش نظر مانده. هجوم خبر در سر، هراس خطر در دل، چنان که به فنجانم رسوب شکر مانده. Thank you.
عالم بی خبر کن، دل دیوانه را دیوانه تر کن، مرا از هر دو عالم بی خبر کن، بی خبر کن. بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمین آقای حقیقت ساغرم ده، زمین آقای حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی چرا من بیقرارم، چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر صدای آغوش تو دارم، چرا رفتی چرا Größte Teppichwäscherei in Berlin und Brandenburg. Orient Teppiche Thaleblu. Wäscherei und Galerie. Bei uns können Sie sehen, wie Ihr Teppich gewaschen wird. Sie finden uns in der Straße der Einheit 138 in 14612 Falkensee. Unsere täglichen Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr. Unsere Rufnummer 03322 429-1906. ایروپلان شهرهای کلن، دورتموند و فرودگاه کلنبون آلمان، بزرگترین آژانس مسافرتی ایرانی در سراسر اروپا. ایروپلان با مدیریت مدبرانه کامران خطیبی و همکاری همایون به همراه مسئولان فارسی زبان و بین المللی ارائه دهنده عالی ترین سرویس برای سفر بر هر نقطه جهان. هارتنکشوله بزرگترین آموزشگاه خصوصی زبان خارجی در برلین، با بیش از 40 سال فعالیت درخشان و آموزش به بیش از 100,000 نفر علاقمند به فراگیری زبان. Hallo, ich komme aus der Mongolei. Ich komme aus dem Sudan. Ich komme aus dem Iran. Ich komme aus Kuba. Ich komme aus Polen. Ich komme aus China.
Ich komme aus Frankreich. Ich komme aus dem Libanon. Ich komme aus der Mongolei. Ich lerne an der Hartnackschule Deutsch. هارتنک‌شولی برلین واقع در ماتشتراسه شماره 5 در 10777 برلین منطقه شونبرگ در نزدیکی اوبانهوف نولندورف پلاتس. این 20 رستوران الردا با انواع لذیذترین کباب‌های ایرانی، جوجه کباب، کوبیده، برگ، سلطانی، غذاهای خوشمزه لبنانی و غذای ویژه هفته با بهترین و مرغوب‌ترین کیفیت آماده پذیرایی از شما عزیزان است. قبول سفارشات برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما با قیمت‌های بسیار مناسب. آدرس الردا، هوتنشتراسه شماره 69 در 10553 برلین. شماره تلفن 03-391-11-19. بینندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه امشب رسیدیم. با امید به اینکه برنامه امشب ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. چنانچه علاقه‌مند هستید فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی خودتون رو از طریق تلویزیون و یا وبسایت ما به اطلاع همگان برسونید، میتونید با شماره تلفن 03-82-54-530 تماس حاصل نمایید. از طرف خودم و دیگر همکارم در این بخش خبر